من آن شیرم که خورشیدم به پشته، هزارون سال شمشیرم به مشته. من آن شیرم که جا در بیشه دارم، 200 قرن در ایران ریشه دارم. کنون از دست روباهان مکار، شب و روز ای خدا اندیشه دارم. انگلستان، لندن، 11 مارچ 2023، ساعت 13 الی 16، فرام لندن آی تو پارلمنت. انگلستان، لندن، 11 مارچ 2023، ساعت 13 الی 17، فرام لندن آی تو داونینگ استریت اند دن ترافلگار سکویر. آلمان، هامبورگ، 11 مارچ 2023، ساعت 14 الی 18، فیشمارکت. ایتالیا، میلان، 11 مارچ 2023، ساعت 15 الی 17، پلاتساس دوامو. آمریکا، لس آنجلس، 12 مارچ 2023، ساعت 12 الی 14، فدرال بیلدینگ، ویلشیر بیلوارد. اتریش، وین، 12 مارچ 2023، ساعت 15 الی 17، شتفانس پلاتس. آمریکا، اورنج کانتی، 12 مارچ 2023، ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر، لاپاز رود، 27092، میشن وی ای هو، کالیفرنیا 92692. از دل شهنامه می آمد تو گویی آن سوار، آن رسول صبحگاهی، مرد جبهه، مرد کار، مرد دوران نوین، یا آن سوار برد رنج، سرگروه فوج قزاق است، مقامش میر پنج. ریشش مازندرانی بود و از البرز بود، بودنش بر پیکر خصم وطن چون گرز بود. بزرگ داشت رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، در شهر هانوفر، 15 مارچ 2023، مهمان افتخاری و سخنران جناب مجید رحیمی، شاعر، روزنامه نگار و مدیر بنیاد فرهنگی آشنا در مونیخ. آلمان، هانوفر، 15 مارچ 2023، ساعت 17، بوت هاوس، روزنبک شتراسه 1، 30449، هانوفر. بلژیک، بروکسل، 23 مارچ 2023، ساعت 12 ظهر، دولاجوایوزانتخه. کانادا، ونکوور، 1 اپریل 2023، ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر، آرت گالری. اینجا بندر عباس، یکی از شهرهای مهم اقتصادی ایران. وضعیت هرمزگانی اینه. آقایون مسئول، خیالتون راحت باشه، ایشون که رو ویلچر نشسته حجابش رعایت کرده.
مرد آزمون دست باش مرد دیکتاتور عزیزان لطف کنم رعایت کنید دم و غیرتتون میگم رعایت کنید به خاطر آقا میثم درخواست کردم کسی شعار نده لطفا برو نگو بعد میرسد روزی که بی هم میشویم یک به یک از جمع هم کم میشویم میرسد روزی که ما در خاطرات موجب خندیدن و غم میشویم گاه گاه یاد ما کن ای رفیق میرسد روزی که بی هم میشویم با درود خدمت بینندگان خوب و عزیز و نازنین به اتفاق سرکار خانم زری نیک نژاد خانم ماریا آوا و آقایان کوروش حقیقی مهران مسیحا و آریو برزن و کارگردان برنامه آقای شان تهیه کننده برنامه آقای آرش مشکات هفته گذشته قول داده بودیم که در این هفته میزبان آقای دکتر سعید سکویی باشین گرچه الان دیگه ایشون مهمان میزبان ما میهمانه برای که ایشون الان در استودیو هستند و بنده در منزل آقای دکتر سکویی درود بر شما صداشون من ندارم بله بفرمایید درود بر شما من عرض ادب دارم خدمتتون صدای دارید بله بله آقای سکویی ما رو بدجوری سفید کردین خب دیگه برجهت من با اینکه حدوداً 10 سال از شما سنم کمتره ولی ما هم سفیدتر از شما شدیم آقا من موی حالا سفید باشی از سیاه راست تقدیر خوشحالم که در خدمتتون هستم بله از ادب دارم خدمت بیننده های محترمتون برای اون دسته از بینندگانی که احتمالاً جدید پیوستن به جمع بینندگان ماهواره توضیح بدم که از فعالان سیاسی و از شخصیت‌های تلویزیونی بودند و هستند و درست هم نقطه مقابل بنده یعنی شیوهشون، رفتارشون، گفتارشون یک سبک بسیار رادیکال تند، شدید خیلی ضربتی و خب به همین دلیل گهگداری هم منتقد من بودن یه چیزی توضیح بدم ایشون حق داشت دیشب من که داشتم خاطراتم تعریف میکردم از جمع منتقدین فقط از آقای سکویی یاد کردم و این بی‌انصافی بود البته ولی واقعیتش اینه که خب برای که ایشون الان بیشتر توی ذهنها هستند و اینا از یک طرف شدم از نشانه علاقه بنده به ایشونه اما آقای سکویی هفته گذشته موقعی یکی از برنامه های من که داشتم راجع به مسائلی که در انقلاب در این انقلاب 1401 پنهان مانده است و بهش توجه نشده است و باید پاسخ بهش داده بشه ایشون نظراتی داشتند که خواهش کردیم در این هفته بیام و نظراتشون رو بگم عمدتا من تا اونجایی که خاطرم هست برمیگشت به این که خب تکلیف مثلا 200,000 آخوند چیه؟ اینا که همه عضو حکومت نیستن که یا اساساً کسانی که در مزان اتهام همکاری با حکومت هستن اینها در فردای انقلاب تکلیفشون چیست؟ مسائلی از این قبیل بشنم این نظرات آقای سکویی رو در خدمتتون هستیم بفرمایید دوستتون عرض کنم جناب همایون که این سوال شما بسیار کلی است و در ارتباط با اینکه فردای آزاد ایران ملت ایران چه رفتاری باید با جنایتکاران داشته باشند چه رفتاری باید با
به قول معروف این شخصیت هایی که در رأس این رژیم قرار دارند داشته باشند. نظر بنده رو بخواید که خب در دادگاه های ملی مردمی در فردای آزاد ایران به این مسائل رسیدگی خواهد شد و بدون شک و تردید ما اگر بخوایم در این مسئله کوچکترین اهمالی بکنیم، یعنی در این که بگیم آقا ما اومدیم و یک فرمان عفو عمومی دادیم و ما حالا بیاییم و بگذریم و از این گونه مسائل، این یک خیانتی به نسل‌های آینده ایران خواهد بود. در ارتباط با 200,000 روحانی که حضرت عالی بهش اشاره کردید، من اینجا یک تبصره میخوام باز کنم، یک پرانتز میخوام باز بکنم و به این که بسیاری از صحبتهایی که من از طرف طرفداران سامانه پادشاهی میشنوم که ما میخواهیم به قانون اساسی مشروطیت برگردیم، قانون اساسی مشروطیت برای یک قرن گذشته، در یک قرن، بیش از یک قرن گذشته که مزدحمات فراوان به دست اومد، اما امروز که ما در کنار هم قرار داریم با این اوضاع احوالی هم که در 44 سال گذشته در کشور ما گذشت، ما نمیتوانیم به تمام اصول اون قانون اساسی برگردیم. یکی از بزرگترین معضلات اون قانون اساسی همون ادغام مشروعه با مشروطیته، یعنی اعتبار دادن به یک طبقه ای از جامعه ایران که روحانی هستند و در شریعت اسلام اینا به اصطلاح میخوان شریک بکنن خودشون رو در زندگی مردم ایران، و به همین جهت هم ما در قانون اساسی آیندهمون یکی از بزرگترین اهدافی که باید مد نظرمون باشه، تحت هیچ شرایطی روحانیت کوچکترین نقشی در زندگی ملت ایران نباید داشته باشد. یعنی اینکه دین اسلام دوباره بخواهد مذهب رسمی ما باشد، دین اسلام در فردای آزاد ایران کوچکترین تفاوتی با بهائیت، مسیحیت، یهودیت، اونی که گاو میپرسته، اونی که نمیدونم آفتاب میپرسته، اونی که خورشید میپرسته، هیچ تفاوتی نداره. با علم به اینکه من مسلمانان کشورم رو دوست می‌دارم، براشون احترام قائل هستم، اما تحت هیچ شرایطی هیچ روحانی در فردای آزاد ایران اجازه کوچکترین دخالت در امور مملکت، در امور به اصطلاح ملت ایران و مردم ایران نخواهد داشت. این 200,000 نفر هم دونه دونه‌شون به قول معروف در دادگاه‌های ملی مردمی، اونهایی که ازشون شکایت بشه، اونهایی که میشناسیمشون، اونهایی که سوابق و تاریخچه کارشون رو در دست داریم، کارنامه بسیاری از سران این رژیم رو، منی که اصلا نه تو سیاستم و نه این بازی ها رو بلدم، در خونم به اندازه یک اتاق 3x4 کارنامه های اینها رو دارم و اونهایی که با اینا همکاری کردن، اونهایی که مدت 20-25 سال تو این رژیم ایستادن با اینا همکاری کردن، بیرون اومدن و تا همین امروز هم در به اصطلاح کشورهای مختلف دنیا میرن تو صف وای میسن، به اینا رأی میدن و بزرگترین مشکلی هم که این جمهوری خواهان دارن جناب همایون چیزی جز نفرت از خاندان پهلوی نیست. و یک نکته رو هم اینا در نظر نمیگیرند که طرفداران سامانه پادشاهی مثل بنده، من شاهزاده رو برای ایران میخوام، ایران رو برای شاهزاده نمیخوام، به این ترتیب که من اعتبار من به عنوان یک طرفدار سامانه پادشاهی تاریخ و تمدن و فرهنگ چند هزار ساله میهن منه، من برای اون دارم میجنگم و در نهایت پادشاه ها میان و میرن، ولی آنچه که میماند اون فرهنگ و تاریخی است که در 44 سال گذشته صرفا به این علت که این روشن فکران ما، این اندیشمندان ما، همین هایی که میخوان تو استنفورد جمع بشن، همین هایی که توی جورجتاون جمع شدن، همون هایی که تو کلمبیا جمع میشن، همون هایی که تو هاروارد جمع میشن و به طور کلی این ابر روشن فکرانی که سه نسل ایران رو نابود کردن،
کشور ما رو کنفه یکون کردن، بیچارمون کردن، نابودمون کردن، حالا باز نشستن کنفرانس پشت کنفرانس و سر صف ایستادن و برای ما سخنرانی میکنن. آقای عباس میلانی، بنده میدانم شما در آکسفورد در این چند سال گذشته چه کردید، بنده میدانم چند صد آقازاده و خانومزاده این رژیم رو یا بچه پولدارهای سپاه رو براشون گرین کارت گرفتید از طریق تحصیل آوردید اینجا. من میدانم شما در اون کار دانشگاه چه میکنید. ما میدانیم خانوم مسیح علی نژاد کیست. من 5 ماه از روزی که این انقلاب، 6 ماه این انقلاب ملی مردمی ملت ایران در ایران پا گرفته، ده ها و صد ها و چند هزار جوانای ما مردن، چند صد نفر، چند هزار نفر کور شدن، زیباترین، تناسترین دختران کشور ما به خاک و خون کشیده شدن و در خارج از کشور یک خانومی که 10-15-20 سال در لای لنگ و پچه اصلاح طلب ها بوده امروز اومده و میخواد سر صف بیسته. مگه بنده دستم کجه؟ بنده 30-35 سال دارم با این رژیم میجنگم. اون موقعی که بسیارانی از اینهایی که تو کلاب هاست دارن فعالیت میکنن تو قنداق بودن، پسونک تو دهنشون بود، من اینجا میجنگیدم. اون زمانی که شورای ملی که دکتر بنوچهر گنجی افتتاح کرد، شخصیت هایی مثل دکتر رهنوردی، نمیدونم شرف شاهی و چند صد انسان های بسیار بسیار نازنین و اندیشمند درش بودن، من در آخرین گرد همایی که این رژیم، این شورای ملی اصلی نه فرعی، در لس آنجلس در هتل هیلتون وودلند هیز گذاشت، 27 حزب و نهاد سیاسی از سراسر اروپا اومدن اینجا. من سخنگوی اون کنگره بودم، من گرداننده اون جلسه بودم. ما کار کردیم، ما زحمت کشیدیم، ما جنگیدیم. آقای حامد اسماعیلی اون کیه؟ اصلا من یه دوزاری برای این آدم ارزش قائل نیستم. این میخواد در فردای کشور من رهبری بکنه، باید از اون جنازه من و فرزندان من رد بشه. خانوم نمیدونم بنیادی که سالها در بنیاده به قول معروف در این لابیست حکومت اسلامی بوده، ناپاک بوده و آقای تریشان تازی ایشون حالا اومده میخواد با سوپر نقش بازی کنه. خانوم گلشیفته فرهانی که از به اصطلاح از دودمان کیانوری است، حالا اومده میخواد بسو با نقش بازی کنه، میخواد رهبری بکنه. آخه مردم، از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست. ما یه گروه ورزیده، تعلیم دیده، آموزش دیده ای رو که دستگاه ها و نهادهای اطلاعات امنیتی و حکومتی به نام سایبری توی این اینترنت پخش کردن، تا میخوایم حرف بزنیم اختلاف ننداز اینا، تفرقه بر. آخه خجالت بکشید، اول از زیر چادر بیایید بیرون، اول خودتون رو یه میکروفون و یه دوربین بذارین نشون بدین، ما قیافه نحس شما ها رو ببینیم، بعد به ما نگید تفرقه براکنی کنید. آخه مگه میشه یه همچین چیزی؟ آخه مسیح علی نژاد رو من به اندازه یه دوزاری قبولش ندارم، یه دوزاری. کسی بهترین کسایی که مسیح علی نژاد رو میشناسن غیر از اصلاح طلبا بچه با خونهای گیلانند. بس خجالت بکشی آقای میلانی، تو به اندازه کافی به ملت ایران خیانت کردی. چه اون زمانی که همه تون زیر عبای خمینی رفتید، چه اون زمانی که ما نشستیم تو خارج از کشور، آقای محسن سازگارا بنیانگذار سپاه بازداران نشسته سر صف داره برای ما روزخونی میکنه. اه 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 اه. بزرگترین خیانتی که به سامانه پادشاهی، به ما طرفداران نظام پادشاهی شد، هیچ کس رو شهریار آهی نیست. این مرد بزرگترین خیانت رو به ماها کرده. این مرد باید در دادگاه های ملی مردمی در فردای ایران تو گونی شده بندازیمش و بریم محاکمش بکنیم. من تو آرام کسی ندارم. خیلی ها وسط بازی میکنن، مالکشی میکنن، من اهل این حرفا نیستم. آهی بیا منو به بر دادگاه سوهم کن. جرعتشو داری؟ نداری، چون چندین ساله از زمان شورای ملی دارم با تو میجنگم.
از زمان روزی که اکبر گنجی رو آوردی تو این ساختمون فدرال بیلدینگ شاهزاده ما رو آوردی سه روز روزه سیاسی براش بگیره میخره تو گرفتم. همونجا تو با من لد شدی، رفتی تو تورنتو، سه تا مامور اطلاعات امنیت و حکومت اسلامی رو که من 20 سال تو پلتاک اینا رو میشناختم کشیده پشت کشیده میزدم رو بردی نشوندی یه جا شاهزاده رو بردی. شاهزاده گفت فرح خانم نمیدونم چی چی زفت سوتو باز کرد شروع کرد به من هر چی دلش خواست گفت. شهریار راهی من میدونم تو چه نکبتی هستی، من میگم من نه تو رو نه نوریزاده رو نه سرگروه بنیانگذار سپاه پاسداران رو نه یارو مردی که معذرت میخوام شما دوست ندارید این آقای محترم شریعت مداری دوزری رو نه تمام اون گروه تسلیم و نه این شورای گراز و اینها همه و همه دست برورده های هم شهریار آهی هستن. شاهزاده ما یه محظوراتی داره، شاهزاده ما داره در کشوری زندگی میکنه که پدرش رو همین کشور همین دموکرات های نامرد مردد، همین دموکرات هایی که از زمان جان اف کندی که پادشاه بزرگ کشور من آریامه پدر ایران اومد اینجا اسلحه پیشرفته بگیره جت های پیشرفته بگیره جان اف کندی مخالفت کرد. پشتش کی اومد؟ کارتر بادو فروش. پشتش کی اومد؟ کلینتون. پشتش کی اومد؟ حاج حسین اوباما. بعد از اون کی اومد؟ این مرکی که ای فقط گاز گلخانه ای تولید میکنه. شما خیال میکنید چرا حکومت این دموکرات ها دارن از حکومت اسلامی حمایت میکنن و به هر طریقی میخوان نگرشون دارن؟ میلیون ها دلار در انتخابات سال 2016 این آخونده خرج اینا کردند. شما خیال میکنید آقای جورج سوروس مالتی میلیاردر معروف که تنها کارش به هم زدن کشورها و تقسیم بندی شده پشت قضیه نمیدونم همین انترهایی که الان جلو صحنه وایسادن و این حرفا نیستند خرج نمیکنه؟ آیا اینا نمیخوان ایران ما رو یوگسلاوی سابق بکنن که در زمان مارشال تیتو یک کشور با 100 تا 10 تا 20 تا قوم مختلف زندگی میکردن 5 تا 6 تا کشورش کردن کی کرد؟ خواهش میکنم که جناب آقای شهرام همایون ما باید مالکشی نکنیم، ما باید وسط بازی نکنیم، ما باید بیایم بگیم بدبختی ما طرفداران نظام پادشاهی سامانه پادشاهی کیا هستن. آقای شهریاری ولمون کن مرتی که کدوم کشور پشت توه؟ اسرائیل موساد پشت توه؟ اینتلیجنس سرویس انگلستان پشت توه؟ CIA پشت توی گوره پدر پفیوز همه شون. خب آقای شانیار بیا رو من تا بکی ول کن مره دیگه آهی شیشو درست کنه کاری نکن که اتفاقی بیفته که خوشایند نباشه. مصمصکه من کجا رفت آقا کمک کنید گوشی آقای سکوی بس کنید یه لیوان آبم بهشون رو سن بدید. خب مردم نگران بودن که آقای سکویی چقدر آرام و با آرامش داره حرکت میکنه، بعد علاقمند بودن این چهره آقای سکویی رو ببینن، بعد که ایشون چهره همه نگران شدن که ارزم به حضورتون که قلبشون آسیب نده. خیلی آقای سعید سکویی جانم تبه من میشنوید بسیار خب شما اول برگردیم بر سر اون مجازات به نظر میرسه شما یه خورده تعدیل کردید نظرتون رو، نه چون اون موقع من یادم گفتید که مثلا همه اینا باید خب این تحت رهنمون های شما بود آقای همایون. من جدی میگم تعدیل شده یا چی؟ به حضورتون عرض کنم که خب بدون شک و تردید من رو در بایسی رو کنار بگذارم، امثال آقای خامنه‌ای تمام بیت رهبری
مجتبا نظر نمیاد تا حالا بودم واسی داشتین خب من دارم سعی میکنم که از این بقولی معروف انفرادی بیرون بیام و از این سانسور رسانه‌ای یه مقدار خارج بشم و شما هم یه مقدار دارم مراد میکنم. اما حضورتون عرض کنم که اینو من به این نچرسم ملت ایران در فردای آزاد ایران درش تصمیم بگیره. بله خیلی موضع خوبی است به نظر من. یک کلیپی حقیقتش، خب من گفتم من حالا آقای سکوی حقیقت داره ملاحظه میکنه، یعنی هنوزم اون آقای سکوی چیز که میشناخته نیست، هنوزم یک خورده ملاحظه ما رو میکنه. ولی من یادم سالا پیش از آقای سکوی یک کلیپی دیدم اصلا خوشم نمیومد، ولی اخیرا دوباره اون کلیپ رو دیدم حقیقتش دیدم هم راست هم راست میگه، همین که و خیلی این کلیپ توی چیز توی فضای مجازی داشت دست به دست میچرخید. این نکته رو بهتون بگم، مطالبی که سکوی به این لحن گفتن نه با این لحن اما ماهیتا مورد اعتراض بنده و خیلی های دیگه هم هست، این رو شما بگم. و متاسفانه به دلیل اینکه ما زیاد دوستانمون متوجه اوضاع و احوال نیستن، دایرمون داره هر روز تنگتر میشه. ببینید واقعیت همین است که من هیچ حقی برای خودم بیشتر از دیگری قائل نیستم. من یه آدم هم مثل بقیه هم همه حق دارم که من دارم، اما واقعا جای سوال داره که مثلا خب یه شخصیتی که سپاه پاسداران رو ایجاد کرده یا شخصیت دیگری که مثل آقای اکبر گنجی یا خیلی های دیگه، الان من دارم میبینم که واقعا گویا ماهایی که همه چیزمون رو توی این رو از دست دادیم، اصلا یادمون رفته بود زنده ایم، یادمون رفته بود که من بایی آقای سکوی اصلا به اصطلاح به نظر شکلی حداقل همراه نیستم، همه میدونن، ایشون هم میگه، ایشون هم میدونه، خودش هم میدونه. ولی همه آقای سکوی همه زندگیشو از دست دادیم، یه آدم بیزنسمنی بود بانک و اینها اگه رفته بود واقعا دنبال زندگی شاید الان خیلی هم در رفاه زندگی میکرد، خیلی بهتر از حالا. ولی خب واقعا این هم خیلی بی‌رحمی است. همون کسانی که این بلا رو بر سر این مملکت آوردن، حالا یا روی عمد یا روی نادانی، همون ها الان به واسطه برخورداری از مواهب جمهوری اسلامی اونها بیان و بگن بسیار خوب فردای ایران رو هم باز ما تعیین بکنیم. این من شخصا حرفی ندارم، ولی واقعا اگه مردم یک چنین نیتی دارن، خب من هم حرفی ندارم، اختیار با شماها. من که حالا خب خودتونم میدونید من در حقیقت بیشتر توی این چند ماه یه چهره رسانه‌ای بودم توی چهره سیاسی، چون واقعا نمیخوام قاطی هیچ کدوم از این اتفاقات بشن به هیچ عنوان. من اگر سرم بره برای فردای ایران امروز گوش بدید، خواهش میکنم با دقت توجه کنید، من امروز حاضر نمیشوم با کسانی که تا همین چند روز پیش، همین چند ماه پیش، همین چند سال پیش از تمام مواهب جمهوری اسلامی برخوردار بوده اند بیام و بشینم برای فردای ایران بگم خیلی خوب چیکار باید کرد. این رو من نه عاقلانه میدونم، نه منصفانه میدونم، نه اصلا سیاستمدارانه میدونم. من به شما بگم، شما با یه رژیم حیله‌گر طرفید، چرا انتظار دارید که مثلا من شخص به خصوص رو متهم نمی کنم، اما چرا انتظار دارید که همه این
دوستانی که از ایران فرار کردن آمدن، همه اینا واقعا درست بگن. مگه سردار مدحی نبود؟ مگه توسط آقای نوری‌زاده معرفی نشد به این جامعه؟ مگه داستان جنبش سبز رو فراموش کردیم؟ خیلی بی‌رحمانه است اگر کسی داستان جنبش سبز رو فراموش کرده باشه و امروز به من و امثال ماها خورده بگیره، آقای سکوی دیگران خورده بگیره. خیلی بی‌رحمانه است. اجازه بدید که اون کلیپی که آقای شان مربوط به همون قیافه زیبای مسئولین رژیمه، اون یه دقیقه پخشش کنید. این کلیپ تاریخی شده، اینو پخشش کنید لطفا. هر کی تو این مملکت توی این رژیم مافیایی صاحب قدرت و نفوذ و شغل و مقامه، اصلا مقامه، اصلا قیافش ایرانی نیست. آقا اینجوری صورت ها کج، گوش ها اینجوری، این بی پدر و مادر ها از کجا اومدن؟ اینا انگار باباهاشون خرس بودن، گراز بودن، یا مادرهاشون مثلا سگ بودن، یا مثلا گاومیش بودن. پدر سگا این چه شکل و قیافه شما از کجا اومدین؟ بله، حالا یکی دیگه هستش که اصلا تصاویرم نشون میده، یعنی عکس آقای رو هم نشون میده، آقای خاتمی نماز جمعه و سایرین. خب بفهمید آقای بسیارتون نرس کنم که جناب همایون، این کلیپ حدودا مال 15 سال پیشه. اگر بکراند و هموطنان هم توجه بکنند، در تلویزیون آریامهر اون پرچمی که 5 سال در تلویزیون آریامهر بود، شیر و خورشید با تاج بود. من به یاد دارم یک بار اومدم دفتر جناب آقای همایون، نمیدونم برای چه مسئله بود، نمیدونم خودش حضور ذهن بسیار قدرتمندی داره، نمیدونم به یاد داشته باشه، گفت سکوی این پرچم رو شما بردار، پرچم شیر و خورشید رو بذار، این تاج رو درست نیست. خب البته ایشون بیشتر از من مسائل رو بودش رو میدید، ولی خب 5 سال این پرچم اونجا بود، عکس رضا شاه کبیر اونجا بود، عکس محمد رضا شاه اونجا بود، عکس شاهزاده رضا پهلوی اون وسط بود. ببینید جناب همایون عزیز، من این میذارم حالا اونو، من باید یه گوشی داشته باشم اندازه گوش آقای بهرام مشیری که اصلا این میکروفون توش جا میگه، برای من یه مقدار مشکل ایجاد میکنه. بعد از این حضورتون ارز کنم که ما 3 نوع طرفداران پادشاهی داریم. این 3 نوع رو من براتون تشریح بکنم. یکی از این طرفداران بین سنین 60 تا 80 ساله هستند. یه مثال خیلی بارز بخوام خدمتون عرض بکنم، بانوی بسیار وطن پرست، نازنینی که بعد از برنامه جناب استاد بسیار عزیز من جناب آقای تقی‌زاده میاد، خانوم اسمشون رو قفار، ایشون از اون دسته ای هستن که من الان دارم نام میبرم. اینها توی به اصطلاح آنچنان عاشق شاهزاده هستند و این گونه مسائل که اصلا نمیشه با اینا صحبت کرد و این گونه مسائل، و اصلا میگن حرف نزنید. اصلا اون روز شما چند بارم ایشون رو متوقف کردید، خواستید یه مقدار برنامه رو چیز بکنید. اینها به طور کلی زمین به آسمون بره، کوچکترین انعطافی نمیتونی درشون ایجاد بکنی. با در نظر گرفتن این که اصلا دید بچه های اواخر دهه 70، دهه 80 و دهه 90 که من باهاشون یه پیوند بسیار بسیار قوی دارم، آقای همایون اینو دارم از صمیم قلبم بهتون میگم، اصلا این چیزها رو اصلا میخندن به این مسائل. دسته دوم طرفداران سامانه پادشاهی دنبال تاریخ و تمدن و فرهنگ پادشاهی هستند، یعنی اون عظمتی که ما چندین قرن داشتیم و میدونیم که غیر از اون هر چیز دیگری دوباره بعد از این حیوانات بخواد بیاد بشینه اونجا، و همون چیزی که الان این گروه به اصطلاح شورای گراز و شورای تسلیم و شهریار آهی و نوری‌زاده و نمیدونم سازگارا و نمیدونم معصومه گویی قومی منظورم ببخشید و اینو اون میخوان برای ما بیارند،
یه چیزی بدتر از اینه که الان هست. یعنی اینا چی میخوان؟ اینا دارن یه پلی میزنن دوباره با موسوی و نمیدونم خاتمی و این گونه مسائل یه کلاهی سر ملت ایران بگذارن که ما زیر بارش نمیریم تا تهش هم باشون میچنگیم. گروه سوم اونهایی هستن که از زمان سال 88 حکومت اسلامی در اتاقهای فکرش و به طور کلی گروه کثیری از بسیجیان و اونهایی رو که در دنیای مجازی ول کرده، اینها آتش به اصطلاح داغ‌تر از طرفداران سلطنت طلب شدن. ما طرفدار شاهزاده هستیم. آی سکولی تو داری خیانت میکنی، تو اعلام میکنی آخه مرچی که باید اینجور صفت تو اصلا اون قیافه چادر تو وردار بیمیمی تو با کی داری حرف میزنی؟ اینها رو ریختن برای اینکه اونها شاهزاده رو همین گونه به عنوان یک کبریت بی خطر براش جون میدن، دوستش دارن. من تعارف که ندارم که. اگه فردا شاهزاده رضا پهلوی بیا تکلیف خودش رو با طرفداران خودش روشن بکنه، بگه آقا من در تمام دنیا یک طیف، یک دسته، یک گروه، یک اپوزیسیون، یک رهبر خاص خودش رو داره، نمیتونه با همه لاس بزنه. اونم با کی لاس بزنیم؟ با توده‌ای؟ با اکثریتی؟ با برای بچه های نمیدونم اصال طلب؟ با نمیدونم ملی مذهبی ها؟ با برای بچه های محمد مصدق سلطنه؟ اینا تمام زندگیشون تا اون روزی که نقاب به رخ خاک بکشن متنفرن از خاندان پهلوی و پادشاهی. پس در این صورت روزی که شاهزاده اعلی حضرت رضا شاه دوم سینه میزنیم، تعظیم میکنیم، شرفیاب میشیم، شیرجه میزنیم، تشریف بیارن، تکلیفشون رو با بزرگترین نیروی اپوزیسیون که هی تحلیل پیدا کرد، هی رفتن یه عده تو خونه نشستن، یه عده عشیق در رفتن قایم شدن، برگردیم. ما میخوریم اینا رو، ما میخوریم اینا رو، قورتشون میدیم. اگه ایشون بیاد اعلام بکنه که آقا بریم جمع بشیم این پرچم و این تاج پادشاهی رو ببریم تو ایران، به اهورامزدای ایران، به خاک ایران سوگند، دست و پای همه این لاشیا پدر و پدرسگان جمع میشه. آقا رو چه حساب آقای حسنی اعتمادیه؟ معذرت میخوام الان شما فوری میگید دخالت نکنید، رو چه حساب جمعه تا چهارشنبه بیاد اینجا میشینه؟ یکی از مرموزترین، آب زیر کاهترین شخصیت هایی که من در دنیای سیاست دیدم همین حسن اعتمادی. هر جا دسته این شیش نفر دستگیر شدی رفته دوش به همه زده اومده بیرون. تعارف نداریم آقای همایون، تعارف نداریم. به خاک ایران سوگن ما باید دستهای همدیگر رو بگیریم. آقای همایون ما باید دستهای همدیگر رو بگیریم. اون وقت من میخوام ببینم عباس میدانی جرأت میکنه پاشو تو استنفورد بزنه بخواد این لشن و شاره داره خودش جمع بکنه. پدرمون رو در آوردید آقا، بیچارمون کردید. شما توده‌ای ها، شما اکثریتی ها، شما کمونیست های رنگارنگ، شما برای بچه های محمد مصدق سلطنه بیچارمون کردید. از 15 خرداد 42 شما ها تمام همتتون رو، هر چی که داشتید رو هم گذاشتید برای نابودی کشور من. سه نسل کشور من رو نابود کردید. دیگه چی میخواید؟ 70 سالتونه، 80 سالتونه، خبر مرگتون برید یه گوشه بکپید دیگه. ما کم کاری کردیم، ما به هم دیگه توهین کردیم. من کردم، نباید میکردیم. حالا باید دستای هم دیگه رو بگیر. امروز به جایی که معصومه یه گوهی نخواد بره مثلا از وی او ای پول بگیره یه میلیون از این ور اون ور رو تایمز رو این ور اون ور، سعید سکویی 50,000 تا معصوم قومی رو توی دستش مثل پول خول از این جیبش در میاره میرزه گوشه خیابون. خودمون کردیم، خودمون کردیم. حامد اسماعیلیون نجاست کیه؟ 2000 من قبولش ندارم. از روزی هم که پاشو گذاشت تو صحنه تو دنیای مجازی کیکه و بارش کردم تا همین الان. روزی که 8 نفره رفتن تو جورشان نشستن، آقای همایون من در تاریخ 10 فوریه 2023 توی اینستاگرام، توی توییتر، توی فیسبوک گفتم تو بازی گل و پوچ سیاسی این پوچه 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 پوچه، هیچ
منشوری هم بیرون نمیاد و این گونه مسائل. همونطور که در مورد شورای ملی گفتم، همونطور که در مورد فرشگرد گفتم، همونطور که در مورد ققنوس گفتم، همونطور که در مورد پیام نوین گفتم. خب بسه دیگه بابا. میبخشید. خب گوشی رو تا آقای سکوی بزنم. آقای سکوی، آقای سکوی، اولا تشکر میکنم خانم فروزان همایونی، پدرام عزیز، پرستو آزادی، آریو برزن، فریما جان عزیز، دوست قدیمی، مجددان فروزان جان همایونی و مهین دخت خانم نیکو اقبال. یادم آقای سکویه موقع همین کار من مسخره میکردی، یا میگفتی آقا میشینه میخونه مثلا عباس جعفری، یادته؟ آره یادم. نه حالا اتفاقا همین الان میخواستم آقای همایون، همین الان میخواستم بگم من چقدر سپاسگزاره این ادمین هایی هستم که شب و روز سالهاست ماهاست دارن با شما هم کاری. حرفو عوض نکنید آقا، اشتباه کردیم دیگه، چقدر میخوای ما رو مجازات کنی؟ نه با خدا خوش من نه ما حالا آخر برمه کار برم. هر وقت نزدودتون که آقای سکوی شما چندی پیش مهمان تلویزیون ایران اینترنشنال بودید. بله. اونجا خیلی آرام و خیلی با خط‌کشی و اینا، آیا تو چارچوب خاصی بودید یا خودتون رعایت میکردید؟ باورم بفرمایید آقای همایون، باورم بفرمایید، هیچ چارچوبی رو من رعایت نکردم و به همین جهت هم پوریا زراعتی بعد از برنامه به من گفت آقای سکویی خیلی کار منو تو این تلویزیون مشکل کردی. خب برای اینکه من اصلا هرچی دلم خواست اونجا گفتم دیگه. دو سه تا برنامه با آقای بیژن فرهودی عزیز رفتم، چقدرم توفیق پیدا کرد، چقدرم بچه ها تو ایران لذت بردن. اتفاقا پوریا زراعتی خیلی شجاعت به خرج داد آقای همایون بنده رو اونجا دعوت کرد. بینندگان فراموش نکنن، دوستانی که توی رسانه ها کار میکنن شخصا آدم های بد و وطن فروش و فلانی نیستن، یعنی اینجوری اصلا نباید نگاه کنن. پوریا زراعتی، فرزاد فرزاد، در مورد آقای فرزاد فرزاد با شما یه مقدار تفاوت سلیقه دارم. آقای فرزاد فرزاد، هر کی شما دعوت کنم دارم خوبی دعوت. نه 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 نه، اجازه بدید اگر اشتباه میکنم من در تصحیح بفرمایید جناب همایون. آقای فرزاد فرزاد اون چند ماهی که من در کلاب هاست روم میزدم و چقدر هم موفقیت آمیز بود. حالا الان همه زنگ میزنن با آقای شطور دیدی سلطنت طلب این واژه رو چگونه اشتباه گفت و این حرفو هست کنم که بله حضورتون ارز کنم که آقای فرزاد فرحزاد در یکی از مردم ها در کلاب هاست بنده با گوش خودم شنیدم و ضبط کردم. من بسیار اینا نکته ها رو نگه میدارم. گفتن حتی اگر جمهوری اسلامی صدا و سیما هم به من میکروفون و دوربین بده و پول خوبی هم بده من میرم برنامه اجرا میکنم. من اینو نمیپسندم. چرا؟ این حرف درسته، شما درست میگی، ولی بله. آقای سکوی شما که سالها جلو دوربین بودی یا من که سالها جلو دوربین بودم، هر دومون میدونیم که ممکن است آدم توی مقطعی توی لحظه یه جمله‌ای بگه که واقعا نیت قلبیش نباشه. ممکنه بله. نمیشه بر اساس یک جمله‌ای که توی شرایط طرفو بزنن لای چارچوبی من یه نشون بدن وارد کنن یا فی عکس العمل نشون بده، نمیشه روی درست میفهمم، موافقم با شما. ولی واقعا این رو من یعنی این بر الان یه توضیح بدم ببینندگان. ببینید واقعیت امر اینه که من یک نوع روش و یک ادبیاتی رو نمایندگی میکنم، آقای سکوی یک نوع و یک روش دیگری رو. به نظر میرسد که جوانان این نسل 70 و 80 این ادبیات و این شیوه آقای سکوی رو فعلا بهتر میپسندن. حالا غلط درست اون یه بحث دیگری است، ولی الان زبان آقای سکویی به زبان این بچه ها نزدیکتره. اینو نمیشه راجبش کوتاهی کردیم، نمیدونم هر کاری کردیم، این طور هست. خب سالار پهلوی عزیزم خیلی متشکرم و به همین دلیل خب باید شنید دیگه، باید این شیوه رو هم شنید. یه نکته که آقای سکویی میگه که به نظر من قبلا عباس پهلوان بارها من گفتم
حرف درستی زده، گفته ما نمیگیم دوستان نباشن، دوستان باشن. ولی یه خبر بهتون بدم، امروز خانم مسیح علی‌نژاد از سوی مجله تایم به عنوان یکی از 11 زن برگزیده سال انتخاب شد. من حرفی ندارم، ولی واقعا فاطمه سپهری زن برگزیده ساله؟ یا این زنهای که همین الان هم تو زندان، سویدا حجاب رو میدونین چجوری شد؟ چه کرد تو زندان، از داخل زندان؟ یا اخی این اصلا بعد این مجله تایم مگه همون مجله نیست که آقای خمینی رو هم به عنوان چهره برتر سال انتخاب کرد؟ بله درسته. حرف من این است که مردم نگرانم، آقای سکویی هم نگرانه، دیگران هم نگران هستن که باز دوباره آش براتون بپزن، آش براتون بپزن به همین سادگی. آقا پختن، آقای شهرام و مایون، آش داره آماده میشه دیگه، آش میخواد چی کار بکنن؟ اینها یک رولوشن، یک جنبش ملی مردمی رو، یک حرکت استثنایی در تاریخ ایران رو بردن تو خونه پشت منجره ها. من یادمه که در همون اوائل انقلاب خیانت از این بالاتر، خب همه این روزنامه ها اعتصاب کردن، من اعتصاب رو شکستم و خیلی از روزنامه نویسایی که امروز الان سردمدار مبارزه هستن اون روز علیه من و امثال من بودن. ولی خب یکی هم بهتاره گناه ما رو میگه، ما چقدر گناه داریم، گناه کردیم که در اون موقع قبل از اومدن آقای خمینی باهاش مخالفت کردیم، 44 سال هم مخالف موندیم و حالا همون کسانی که سبب شدن، من مشخصا بذارید بگم، خب به عنوان مثال دارم میگم، نوریزاده مثلا حالا همین، نه اصلا مثلا نداره، در مهد خمینی سه صفحه شعر گفت. بله حالا شعر که هیچی، حالا روی پشتمون مدرسه علوی امیران ارتش من رو تیربارون میکردن مثل بلبل درخت نارگیل بالا پایین من میفرید، میگم الله اکبر خمینی رهبر. مردم ببینید، میگم میبخشیم یارو رو، هستم که آیندی اونجوری بخوایم فکر کنیم، نه آقای سکویی نه فلان این حرفا، ولی دارم بهتون میگم از این کلاها بارها سر ملت ایران رفته. آفرین. شما فکر میکنید خمینی با ضرب و زور به کی اومد تو میدون؟ خمینی اگر بازرگان نبود که خمینی نبود. بله. اگه از نبود که خمینی نبود، اگه بنی صدر نبود که خمینی نبود. خمینی اگه روزنامه‌نویسای ایران نبودن، همونایی که از رژیم شاه منتفع شده بودن، اگه اونا نبودن خمینی نمیشد. جناب شهرام همایون عزیزم، نازنین، دوست خوب، بزرگترین خیانت رو شاگردان کلاس اول آقای محمد مصدق السلطنه به ملت ایران کردن. آقای صحابی، آقای نمیدونم ایکس ایگرگ زی، مگه وزیر امور خارجه نشدند؟ مگه بازرگان نرفت نخست وزیر شد؟ مگه تمام اونایی که نفل نوشاتو رفتن بچه های چپ ملی نبودند؟ آقای سکوی، این تو این مرحله باز قسمت بندی میشه، یعنی اینا خب از سال 32 مخالف شاه بودن. بله درست. ما آدم داریم که تا آبان ماه، تا آذر ماه 57 حتی از سواک حقوق میگرفته. دقیقا اینو میدونم. بله حق با شماست. روزنامه نویسی داریم که از سواک حقوق میگرفت. دقیقا حق با شماست. آقا ناگهان از بهمن چنان انقلابی شد که این ولزالینی که از تیگلوش میگفت، اصلا هیچ آخوند اینجوری ولزالین نمیگفت. آفرین. از 15 خرداد 42 آقای همایون این بعد این دسیسش اومد و ما رو 57 بیخرمونو گرفت. آقای همایون، شما در نظر بگیرید تمام این کمونیست ها، تمام این هایی که دور هم جمع شدن، توده ای، اکثریتی، مجاهد، اینوری اونوری، بالایی یک کشور پادشاهی رو پایین کشیدن، همشون اومدن تو کشورهای پادشاهی اسکاندیناوی لنگر انداختن، دارن زندگی می... ای 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 ای. خب چرا یکیتون چین نرفتید، یکیتون نمیدونم کره شمالی نرفتید؟ ببین اینا اصلا هیچ جور نمیتونی توجیهشون بکنی. حالا من بیام ببینم مثلا آقای عباس میدانی چی میخواد تو اون کنفرانس بگه؟ هیچی. الان همه اینا دست به دست هم دادند،
توجه میکنید از این استقبالی که از شاهزاده رضا پهلوی تو لس آنجلس این ور اون ور در درون ایران شد، اینا همه ترسیدن، همه وحشت کردن. آقا باید تمام نیروهامونو بذاریم کنار هم، یا همین رژیم رو به هر ترتیبی شده نگرش داریم، یا اینکه یه پلی بزنیم با میر حسین موسوی و نمیدونم دار و دسته نایاکی و نمیدونم اصلاح طلبای مسیح علی نژادی و این گونه مسائل بتونیم به هر جد هنو این رژیم رو یه جوری نگرش داریم، دارن نگر میدارن. اون از آژانس بین المللی اتمی و گروسی، اون از اینی که این میاد یه دفعه 37-8 از این لاتولوتا و چاقوکشا و اینای حکومت اسلامی رو از حریم در میاره، اون از بلژیک که قانون دادگاه قانون اساسیش میاد میگه این چند تا آدمکش تروریست و حکومت اسلامی رو برگردونیم برن. آقا خب همه دنیا بر علیه مان، همه دشمن مان، اون ملت بیچاره در درون ایران چرا باید این بها رو بده؟ آقای شاهزاده قربون شکل ماهد برم، من چندین بار از شما انتقاد کردم، تفاوت سلیقه سیاسی با شما از زمین تا آسمون دارم. آقا تو رو به اهورا مزدای ایران بیا جلو، به اون شرفی که پدر بزرگت داره که من قلب تو سینم رضا شاه کبیره، خون تو این رگ‌ها محمد رضا شاه آریامه پدر ایرانه، نمیتونم اصلا تو رو دوست نداشته باشم، تو یه یادگاری وصل ناپذیر در بین ما هستی. اما بیا تکلیفتو روشن کن آقا، تو پاکو بذار جلو دیگه میلانی اینا گوه میخورن اصلا بخواد حرکت کند، اون مرتیکره بنداز با کیپا بیرون شهریار آهی پافیوزو. آقا دیگه دلم پره آقای همایون، شما نمیدونی این مردک چه دست و پای ما رو شکوند. اگر قول میدید که در بخش دوم بله بله آرامتر باشه، دو سه دقیقه همون نقدایی رو که اون 20 سال پیش به من میکردی، 15 سال پیش به من میکردی ولکن نیست چرا نه جلو همین دونی باید تکرار کنم. باشه اینن همون حرف رو باید تکرار کنم. باشه من تشکر کنم فروزان همایونی، پدرام عزیز، پرستو آزادی، آدیو برزن، فریما، فروزان همایونی، آقای محسن، خانم رخسان، خانم گنجی، مهناز عزیز، امیدوارم اسمی از قلم نیفتاده باشه، فریما جان، پرستو آزادی و مندوق نیکو اقبال. آقای همایون من قبل از این که بریم به اون قسمت اینجا میخوام امروز صحبت‌های جناب آقای امیر عباس فخرآور رو با شما شنیدم، خیلی لذت برد و واقعا هر آنچه را که هر وطن پرستی باید در مورد این حیوانات میگفت رو بیان کرد. ازش آقایی که خودش رو بیننده دائمی هم هست هیدری میگه که پاکش کردیم بچه ها، میگه که چی شده شما این آقا رو آوردید در حالی که همیشه کمونیست‌ها رو می آوردید که از شما بدگویی کنن؟ عجب عجب شعور چیز خوبیه که شما ندارید آقای هیدری، شما فاقد شعور هستید. به اولین بار تو 27 سال عمرم دارم این حرف رو میزنم. آقای همایون اگر یک نفر در این خارج از کشور کمونیسته، فروزه قفارپور کمونیسته، حجت کلاشی کمونیسته، اینا کمونیستن، اینا که اساس برنامه رو ایناست که آقای میناش امیر کمونیسته، ضد شاهه. نه آقای من اینجا یک مسئله رو باید اذعان بکنم. من در این مدت چهار پنج سال گذشته هیچ شخصیتی رو در برون مرز ندیدم به اندازه شما از شاهزاده رضا پهلوی مراقبت و پشتیبانی بکن. اینا از صمیم قلبم میگم ها، خیلی خیلی خودداری میکنی، خیلی خیلی خودتو نگر میداری، خیلی خیلی سعی میکنی حتی این انس و الفتی هم که بین ما وجود داره و ایشون از بین نره آفرین. میخوای رازشو بدونی؟ حتما رازشو اول برنامه آینده میگم. باشه خیلی خوب، یه راز بزرگ برای اولین بار در بخش بعدی راجع به این راز بزرگ صحبت میکنم و واقعا اگر یک بیننده کانال یک اینقدر قدرت تشخیص نداشته باشه، اینا سایبری هن آقا، اینا سایبری هن آقا. بریم برگردیم لطفا آقای
شان بریم و خانم بهار بهاری هم اینجا هستن. بهار بهاری میگه پوریا زراعتی خواست با من گفتگو کنه بهش اجازه ندادن. بله میگه ایشون بدونید که کاری نیست آقا مراد. نه با اون چرا گوهنده است دیگه. بریم و برمیگردیم تا چند لحظه دیگه. قسمت دوم اون لینک بالا رو یا لینک سرمه ای سعی کلیک بکنید مستقیما میاد به قسمت دوم برنامه. تا چند لحظه دیگه.